بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الستعشها مخصوص الله تعالى درحمه حالات است. ذاتي كموصوف وصفات عظمات وبزرگي است. ذاتي يگانه بنياز زنده همشه پا بر جا بسیار بزرگ و بلند مرتبه. اسمها نیکو و صفات برتر و عظمت و کمال از اوست و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده او تعالی و الگوی بندگان در نیتها و اقوال و افعال است. درود و سلام و برکات الله متعال بر او و آل و اصحابش باد. اما بعد، این کتاب نافع و مفید بإذن الله درباره بهترین و مفیدترین فهم و شناخت اسماء الله است که در آن بیش از 100 اسم را شرح داده ام. تلاش کرده ام که با الفاظ واضح روان و ساده بیان گردد و علاوه بر این شواهد و دلایل از قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده ام تا در حد امکان برخی از جنبه های تعبدی و نتایج های ایمانی که مختزه ایمان و نامهای الهی است روشن گردد. در این زمینه از سخنان عالمان بسیاری و ویژه شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش علامه ابن قیم و شیخ عبدالرحمن سعدی رحمهم الله استفاده کرده ام. نگفته نماند من در این زمینه ضعیف و کم اطلاع هستم و شرایطم همچون حالت این شاعر است که میگوید پشت سرسواران تیزرو لنگ و لنگان می روم و امید دارم که با نتایجی که پیش از آنچه لنگی ام می طلبد دست یابم. اگر به آنان برسم پس از آن که از من سبقت گرفتند، چه بسا گشایش هایی که پروردگار آسمان برای مردم به وجود آورده است. اما در این بیابان بی آب و علف حیران و تنها بمانم بر انسان لنگ هیچ باک و ارادی نیست. از پروردگار کریم و نان همیشه زنده و پا بر جا یگانه بی نیاز آفریدگار آسمان ها و زمین صاحب شکوه و احترام که فایده بردن از این مطالب را و صورت شنیداری از طریق رادیو قرآن ممکن و آسان کرد. درخواست دارم که استفاده از آن به صورت مکتوب نیز میسر سازد و آن را خالص برای رضای خود گرداند و نویسنده و خواننده اش را و بهشت پر نعمت برساند. امیدوارم که الله متعال برای ما سهمی کامل از این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار دهد که ایشان فرمودند الله متعال 99 اسم دارد، یکی از کمتر است تا هر کس همه آنها را بشمارد نام ببرد و بنابر قول حفظ کند وارد بهشت می شود. همچنین تقاضا دارم که اشتباه و ندانی و زیاده روی من را ببخشاید و مرا به راه راست هدایت کند، چرا که الله بهترین ذاتی است که می توان از او درخواست کرد و بخشنده ترین ذاتی است که می توان به او امید داشت و تعالی برای ما کافی بوده و بهترین کارساز است. پروردگار سبحان را سپاس می گویم و او را به نیکی و بسیار ستایش می کنم که بر ما منت و احسان کرد، تهیه و انتشار کتاب را آسان ساخت و از او درخواست دارم که آن را از ما بپذیرد، چرا که او تعالی بسیار شنونده و دانا است. والحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه.